حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. استران استیونسون، عضو سابق پارلمان اروپا، تنها حذف رژیم کنونی و جایگزینی آن با دولتی منتخب و دموکراتیک که آزادی، صلح، عدالت و پایان دادن به تهدید هسته‌ای را ارائه می‌دهد، می‌تواند تهدید فزاینده امنیت منطقه‌ای و جهانی را که توسط ملاهای تئوکراتیک و فاشیست ایجاد می‌شود، حل کند. کانون‌های شورشی در حال رشد جنبش اصلی اپوزیسیون، مجاهدین خلق که شجاعانه قیام سراسری را هدایت کردند، تنها امید واقعی برای آینده را ارائه می‌دهند. سعاد عزیز، نویسنده الجزائری متخصص در امور ایران: مطلقاً چیزی وجود ندارد که مقاومت ایران از مردم خود پنهان کند، چرا که برنامه سیاسیش مثل خورشید در وسط روز روشن است و حتی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران، که مجامع و محافل مختلف بین‌المللی آن را نقش مسیر ایران پس از این رژیم دانستند، برای این داده شده که برنامه‌های مقاومت ایران را مستند و تقویت کند و این تایید می‌کند هدف و برنامه مقاومت ایران در درجه اول خدمت به مردم ایران و تلاش برای به دست آوردن هر آنچه برای آنها خیر و سزاوار است و تضمین آینده نسل‌های بعدی مردم ایران است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا: ما قاطعانه متعهد به مختل کردن فعالیت‌های تدارکات رسانی نظامی ایران هستیم. ما نهادهایی از ایران و چین را لیست گذاری می‌کنیم که در این چنین رفتارهای بی‌ثبات کننده دخیل هستند. نانسی میس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: بسیاری از زنان ایرانی شجاعت و انعطاف خود را در مواجهه با چالش‌ها در مبارزه خود برای برابری و حقوق بشر نشان می‌دهند. همانطور که شاهد بودیم، زنان و جوانان در رهبری اعتراضات در ایران در 5 ماه گذشته شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند. ما در کنار آزادی خواهیم بود و با ظلم و ستم بر زنان در ایالات متحده، ایران و سراسر جهان مخالفت خواهیم کرد. گرگ اسمیت، عضو مجلس عوام انگلستان: امروز بعد از ظهر بار دیگر از دولت خواستم که سپاه پاسداران را ممنوع کند. نفوذ شریرانه ایران در منطقه واضح است و ضروری است که دولت بریتانیا موضع قاطعانه ای اتخاذ کند.